بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه درسی Using Computer and Managing Files است که چطور کامپیوتر را استفاده بکنیم و فایل های خود را تنظیم بکنیم. یعنی کسایی که به میخواین کامپیوتر یاد بگیره، اولین جلسه درسی ما هست که چگونه کامپیوتر ما روشن بکنین و از اینجا شروع بکنیم. و اینجا هم چپتر درسی ما هست که قبلا در صف تشریح شد، به خاطر از اینکه ایراد ویدیو نگرفتین چون وقت زیاد هم میگرفت. در اینجا ویندوز را تشریح کردیم که چی است، آپریتینگ سیستم ها و ویندوز در را که ما میخوانیم و کدام ادیشن ها داره، هم تشریح شد همچنان کدام ویندوز ها هست، ویندوز 10 و بعدا 11. و از بخش عملی ما شروع میکنیم چطور کامپیوتر را روشن بکنیم. از اینجا درس ما شروع میشه، درس عملی ما. اگر میخوایم کامپیوتر روشن بکنیم، پاور سوئچ کامپیوتر را کلیک میکنیم. اگر کامپیوتر دسکتاپ باشه، ما پاور سوئچ سی پی یو را هم کلیک میکنیم و که سی پی یو روشن شود، و همچنان پاور سوئچ مانیتور یا ال سی دی را، و بعد ال سی دی ما روشن میشه. کامپیوترهایی که در صنف هستند، در تمام شما ویندوز 10 انستال است و دو یوزر داریم، یک یوزر روت است و یکی هم یوزر استودنت. زمانی که شما روشن میکنید، حالت یوزر میاد، شما روت کلیک نکنید چون پسورد داره. یوزر استودنت کلیک بکنین، پسورد نداره و داخل کامپیوتر میشه. زمانی که داخل کامپیوتر شویم، اولین صفحه که ظاهر میشه صفحه دسکتاپ است. ما چپتر بس میکنیم، این صفحه دسکتاپ است که ما شما میبینیم. در اینجا ما استارت بتن داریم، تاسک بار داریم، نوتیفیکیشن ایریا داریم، تایم ستاپ داریم و اینجا شو دسکتاپ داریم که قبلا تشریح شد و در چپتر هم هست. حالا چپتر هم یک بار میبینیم. و اینجا آیکن و فولدر هم می داشته باشیم که قبل در تشریح شده و قبلا در صنف شما هم تشریح کردیم. این فولدر ها هستن، این آیکن است، اینجا هم شارکت است. این قسمت رو گفتیم سارت بتن میگه و سارت بتن رو کلک کردیم سارت مینو باز میشم. این قسمت از تسک بار میگن. اینجا هم نوتیفیکیشن ایریا هست، تایم ستاپ است و این قسمت اخیر یه خط بسیار باریکی که هست شو دسکتاپ است که کلک بکنیم دسکتاپ نشان میده، پس دوباره کلک کنیم اون برنامه که باز بود یا همون چند برنامه که پشت سر هم باز بود او را بر ما پس نشان میده. بعد از اینجا میریم چگونه یک فولدر را ایجاد بکنیم و بعدا رینیم و دلیت و ریسایکل بن هم میخوانیم. بعد از اون میریم به طرف خاموش کردن کامپیوتر و درس امروز ما خلاص میشه. حالا بیایم چطور یک فولدر ایجاد بکنیم. این زمانی که شما در ماوس که دارین یا اگر لپتاپ دارین تچ پد را طرف راست رایت کلک بکنین، که ما به انگلیسی بهش رایت کلک میگیم یا راست کلک، یک مینو باز میشه در هر جایی که شما کلک بکنین. اگر اینجا کلک بکنیم یا روی یک فایل کلک بکنین یا هر جایی که شما کلک بکنید، یک مینو باز میشه. اما زمانی که چپ کلک میکنین، با یک کلک اون فایل ما انتخاب میشه، با دبل کلک اون فایل باز میشه. ما دبل کلک کردیم اون فایل باز شد و رایت کلک بکنیم یک مینو باز میشه. اینجا که ما رایت کلک روی از این فایل میکنیم، این کمند های، این آپشن هایی که در اینجا هستن، این تمام این کمند ها در رابطه با مو فایلی که روش رایت کلک کردیم هست. ما در اونجا رایت کلک نمیکنیم، در یک جای خالی که رایت کلک بکنیم، در اینجا آپشن هایی داریم در رابطه با دسکتاپ، از جمله در اینجا نیو داریم که اینجا فولدر ایجاد کرده میتونیم. اما قبل از اینکه فولدر ایجاد بکنیم، میایم به اینجا این ویو رو میخونیم و بعدن به اونجا میریم. ببین قسمت ویو، ویو نشان دادن یا نمایش دادن. در قسمت ویو که در قسمت خالی دسکتاپ رایت کلک میکنیم، در ویو میتونیم تنظیم بکنیم که آیکن هایی که روی صفحه دسکتاپ هست چگونه باشه. سمال، فعلا سمال انتخاب است. لارج باشه، کلان کلان نشان ببینید سایز های چی کلان شد. میدیم، متوسط یا سمال، کوچک. اینجا هم دوباره رایت کلک میکنیم، در پایین چند آپشن داریم. اوتو ارنج آیکن است، الاین تو گرید است. اوتو ارنج آیکن اگر فعال باشه، که فعلا فعال است، تک مارک است، ما این فایل های و آیکن ها و فولدر های که روی دسکتاپ است ایره ای طرف آورده نمیتونیم. در یک قطار میشه، قطار اول که پر شد به دوم و میشه سوم. ببینید اینجا اگر میخوایم بگذاریمش، پس به جای خود میره. اگر ایره میخوایم اینجا بگذاریم، پس میره اون طرف، چون اینجا رایت کلیک که در جای خالی بکنیم این تک مارک است. اوتو ارنج اتومات تنظیم شده پشت سر هم، و اگر یه تک مارکش آف میکنیم. حالا من این فایل ایجا میگذارم و این ریسایکل بنم میگم اینجا میگذارم و این دیگرم اینجا میگذارم. هر کدومش هر جایی که شما خواسته باشین میتونید بگذارین. دوباره رایت کلک بکنید در جای خالی، در ویو برین بگوین اوتو ارنج، دوباره پس ارنج کرده میتونیم. و قسمت بعدیش که الاین تو گرید است. الاین تو گرید اگر اوتو ارنج غیر فعال باشه و الاین تو گرید فعال باشه،
ما فعلا الان انتگریت فعال است، ما میتونیم که ایره اینجا بگذاریم و اینجا بگذاریم، در یک خط های بگذاریم، یک خط، دو خط، به این شکل سه خط. در بین دو خط یک فاصله که داریم در اونجا گذاشته نمیتونیم. ببینید اینجا ما میایم در بین این دو خط میگذارمش، یا در او خط میره یا در این قطار، در این قطار یا در این قطار میره. و اگر الان انتگریت نباشه میگیم خب این ایره یک کمک این طرف میتونیم بگذاریم، کمک دیگه می طرف، هر جایی که میتونیم بگذاریم. ولی به او شکل که الان تو گرید فعال باشه ما میتونیم دیگه طرف ها ببریمش، ولی با یک فاصله، یا خط در اینجاست، در این پالوی دیگه چیز مانده نمیتونیم چون الان تو گرید فعال است. ببینید بعدی را که میایم من در اینجا میگذارم نمیشه، بعدی را میخوایم که در پالوی ازی بگذارم، یا پایین میاد در این قطار یا در این طرف، اگه میمونه این طرف میاد، پالوی هم به این شکل مانده نمیتونیمش. اگر الا اینتگریت غیر فعال باشه یعنی میتونیم ببینیم به این شکل پلی هم بانیم، مش بالا سرش بانیم، نزدیکش بکنیم، هر قدر که خواسته باشه میتونیم. پس خوب است که ما بگیم اوت ارنج و الاین تو گریت فعال باشه، اتومات تنظیم شه. اگر ما ضرورت نداریم که فایل های ما را دیگه طرف در روی دسکتاپ بانیم، هر دوش فعال کردیم. قسمت بعدی در اینجا شو دسکتاپ آیکن است. اگر این تک مارک شو آف بکنیم، اگر چی فایل ها و فولدر ها و آیکن ها در روی دسکتاپ است، ولی فعلا نشان نده. روی دسکتاپ ما پاک است، هیچ چیزی وجود نداره، مگر اینکه دوباره پس بریم رایت کلک در ویو و بگویم که شو دسکتاپ، پس دوباره نشان بدیش. به شکل سورت بایام میتونیم که تنظیم بکنیم اون فایل ها و فولدر های ما به اساس نام و به اساس سایز، به اساس سایز که کدامش سایز زیاد باشه، در اول باشه یا در آخر باشه. یعنی به این معنا که اگر به اساس نام تنظیمش میکنیم، کلک میکنیم میگیم به اساس نام، کدامش که به اساس نام میگیم که یک بار از زید تا ای یا ای تا زید، یعنی کدامش که ای است در اول باشه بعد بی و سی و دی. اگر دوباره اینجا رایت کلک میکنیم و میایم به صورت بی نام فعال است، دوباره کلک میکنیمش برعکسش، با زید در اول باشه ای در آخر. به این شکل بعدی شام صورت بای سایز باشه، کدامش که سایز زیاد باشه در اول باشه، یا دوباره اگر سایز باز کلک بکنیم که به اساس سایز، کدامش که سایزش کم باشه در اول باشه. آیتم تایپ به اساس تایپ یا نوعیتش، مثلا آیکن ها یک قطار شوه، فولدر ها در یک قطار، فایل ها در یک قطار، به این شکل هر کدامشان به اساس نوعیتشان باشه. و دیت مودیفاید به اساس تاریخ، کدامش که فعلا ایجاد شده در آخر باشه و قبلی ایجاد شده در بالا باشه، یا باز دوباره بالا دیت مودیفاید کلک کنیم برعکس، کدامش که قبلا ایجاد شده بود آخر باشه، کدامش که آل ایجاد میکنیم در اول باشه. به شکل میتونیم تنظیم بکنیم. رفرش هم میتونیم که رفرش بکنیم اگر کامپیوتر جام ماند یا کدام برنامه جام ماند، برای چند لحظه منتظر باشیم و رفرش کرده بودیم. رفرش تازه شدن یا تازه کردن مانو میتونه که کامپیوتر یعنی یک رات نفس تازه بگیره. این پیس و کت و کاپی و قسمت ها را باز ما شما میخونیم. ببین اینجا پیس شارکت هم داریم، پیس هم داریم. اگر ما گفتیم قبلا که ما شارکت ساخته میتونیم، در پالی از یک فولدر ساخته میتونیم، شارکت هم میتونیم. مثلا من از کمپیوتر اگر باز بکنم، فرض بکنیم ما در اینجا میم اینی فولدر هم همیشه داخل این فولدر میشم و این سافت تولز هم همیشه کار دارم. رایت کلک میکنم میگم کاپی، کاپی که کردم کاپی شد، اینو کلوز میکنم. اگر اینجا بگویم پیست، همه ای فولدر یک کاپیش اینجا پیست میشه. من میگم به شکل ضرورت ندارم، پیست شارکت میگم، یک شارکت یا کلید ارتباطیش در اینجا پیست شد. ببینید در پالوی خود فولدر یک اینه ای علامه آمد، اینه ای علامه را قبلا بهتون گفتیم که علامه شارکت است، به این معنا که خود فایل نیست، اگر دلیت شوه فایل ها دلیت نمیشه، اما کلید ارتباطیش که شارکتش از دلیت میشه. حالا چی میکنه؟ حالا ازی که ما کلک میکنیم، اونم فولدر که در اونجا بود او را بر ما باز بکنه. ما دیگه ضرورت نداریم که ما بریم به کامپیوتر، به درایو ای، به سافت ویر ها و به او فولدر. اینقدر وقت زیاد ما این فولدر همیشه کار داریم، به شکل یک شارکت برش ساختیم. و تا میتونیم که شارکت رینیم هم کنیم، روش رایت کلیک بکنیم، بگوییم رینیم، نامش هم میخوایم تغییر بدیم، میگم که باشه نامش این چیز شارکتش هم آف شد. ببین نامش هم تغییر دادم، بازم ما کلک میکنم باز میشه اون فولدر. به شکل ما شارکت ساخته میتونیم. اگر شارکت ما دلیت بکنیم، دلیت کردیمش، هیچ مشکلی نیست، فقط کلید ارتباطی یا شارکت ما دلیت شد. و خب این بخش گرافیکش است. میم ده نیو، چطور فولدر ایجاد بکنیم؟ رایت کلک میکنیم در هر جایی که خالی باشه روی فایل نه، و میم ده فولدر. فولدر قبلا گفتیم چرا ایجاد میکنیم؟ به خاطر تنظیم فایل ها. مثلا دنیای بیرون از کامپیوتر هم ما در دفاتر در همه جا برای تنظیم فایل ها
الماری ها داریم و در الماری ها ما دوسیه ها داریم. داخل دوسیه ها فایل های ما رو میگذاریم به خاطر از اینکه تنظیم شود. و اگر فایل دوسیه نداشته باشیم، الماری نداشته باشیم، فرض بکنیم این صنف کامپیوتر ما آرشیف باشد در یک دفتر و هر کس هر سال بیاین این فایل ها رو از روی میز بگذاره. یک کسی بیاید، یک محصل بیاید بگوین که یک سند من در سال 2005 در میجه من درس خونده بودیم، یا مثلا سال 2010 من درس خونده بودم در اینجا اون فایل چی این هست، اون فایل ما هست. اون شخصی که مسئول آرشیف است باید کل فایل ها را سر بپاره که باید اون فایل هست یا نه، او را پیدا بکنه. هر بار که پیدا میگم یک مشکلاتی. و اگر دوسیه ها باشه، الماری ها باشه، این الماری مثلا هست، داخل الماری مال بل میزنیم که سال 2010 2008 2007 فایل ها را ماندیم. خب در کدام سال آمده بودی؟ سال 2010. دوسیه سال 2010 را میکشیم و داخلش هم اگر به اساس ما تنظیم کرده باشیم در کدام ما فارغ شدیم، میگه در فلان ما، مستقیما اونم او فایل ما میتونیم زودتر پیدا بکنیم. در کامپیوتر هم فولدر ها را که ما ایجاد میکنیم به خاطر همین موضوع، اگر ما در کامپیوتر همه فایل های خود در یک درایو بانیم، فرض بکنید در یک درایو ما میمونیم ویدیوها، فایل ها، عکس ها، کتاب ها، همه چیز ها. روز دیگه پیدا کردنش بسیار مشکل است. به او خاطر ما فولدر ایجاد میکنیم. ببینیم ما چگونه فولدر ایجاد کردیم در اینجا. در اینجا ما فولدر های خود در روی دسکتاپ به خاطر داکومنت به خاطر ماندیم که یک کپیش بکاپ میشه در کلاود. ببینید اینجا ما فولدر ایجاد کردیم به نام احمدی پی سی داکومنتس، فایل های ما که در کامپیوتر است. بعد اینکه را باز میکنم ببینیم در داخل از این یک فولدر برای چپتر ها ایجاد کردیم، یکی برای داکومنت، دیگه برای کلاس کلیپ یا ویدیوهای درسی. ببینید اگر من این فولدر را باز بکنم، داخل از این ببینید ویندوز 7، ویندوز داره آلی ریکارد میکنیم، ویندوز 7 است، ام اس ورد به شکل اکسل، هر کدام را تنظیم کردیم. اگر کسی بیایه، یکی از شاگردان بو یک مچ ویدیوهای ورد کار دارم، اگر تمام این ویدیوها و فایل ها را همه یک جای ما مانده باشم، مشکل است پیدا کردن این ویدیوها براش. فعلا که بیایم بس ما میایم در داکومنت در با این داکومنت ها در کلاس کلیپ در اینجا میایم میگیم این ویدیوهای ورد است، کاپی میکنیم براش و پیس میکنیم در فلش براش. به شکل ما فولدر ها را ایجاد میکنیم. یا مثلا با چپتر ها اگر ما بریم ببینیم چپتر های ما از سال 2022 هست، 2020 هست، 2021 هست، از سال های مختلف 19 هست، ما میتونیم این به شکل فولدر ایجاد بکنیم تا فایل های ما را تنظیم بکنیم. من با چگونه فولدر ایجاد کنیم؟ در هر جایی که شما میخواییم فولدر ایجاد کنیم، در جای خالیش رایت کلک بکنیم و بریم با نیو، در نیو بریم بالای فولدر، بالای فولدر کلک بکنیم، اینجا فولدر میاد. اون آمد ببینیم فعلا انتخاب است که نیو فولدر است، نامش باید تغییر بدین. ما میگیم که یک فولدر ایجاد میکنیم به نام تی ام. اوکی، انتر کردیم، ان ایجاد شد. این فولدر ما ایجاد کردیم. دوباره اگر اینجا فولدر ایجاد میکنیم، باز رایت کلیک میکنیم اینجا و میگم اینجا ببینیم ایجاد شد. اینجا مثلا میایم یک فولدر ایجاد میکنیم به نام احمد. دو فولدر ایجاد کردم. این فولدر را میخوایم باز بکنیم، یک کلیک کردیم گفتیم انتخاب میشه، اگر دبل کلیک بکنیم باز میشه، فولدر باز شد. داخل این فولدر اگر میخوایم فولدر دیگه ایجاد کنیم، در جای خالی رایت کلیک بکنیم، اینجا نیو بیاین و بگوین فولدر ایجاد میکنیم. اینجا بیایم مثلا میگیم که MS Windows، یک فولدر این به نام MS Windows ایجاد کنیم. یک فولدر دیگه مثلا ایجاد میکنیم به نام کامپیوتر ایجاد کردم. حالا اگر روی فولدر رایت کلیک بکنیم، اونو آپشن های در رابطه با باز کردن و کاپی کردن و دیلیت کردن و رینیم کردن فولدر است. اگر جای خالی ما بچه میکنیم، باز اینجا ما نیو داریم که یک فولدر دیگه ایجاد بکنیم. هرگاه شما اینجا یا در هر جایی رایت کلیک کردین و نیو گفتین، فولدر ایجاد کردین و اینجا زیرتان کلیک شد، فولدر میمونه به نام نیو فولدر. فولدر هایی را شما که ایجاد میکنین نیو فولدر نگذارین، یک به خاطر از اینکه نانی فولدر چگونه فایل هاست بر ما، اگر نام نتیمشام اما فرض بکنین ما 10 فولدر داریم به نام نیو فولدر 1 و نیو فولدر 2، ببینین بعدیش که ما ایجاد میکنیم، دوباره ایجاد میکنیم، میایم میگم نیو فولدر 2 میشه اتومات خودش. نمیفهم کدای کدام فایل های خود گذاشتیم و نمیفهم دای کدامشه. اگر ما ایره رینیم بکنیم، مثلا ایره تصویر بگذاریم، ایره ویدیو بگذاریم، ایره فایل بگذاریم، ایره درس ها بگذاریم، هر کدامشون بر ما مشخص میشه. یک دو دومی که یک نیو فولدر یک وایرس است.
یک وایرس هست که در کمپیوتر میآید. شما فولدر را باز میکنید، داخلش دیگه فولدر است، و دیگه فولدر را باز میکنید، داخلش دیگه فولدر است. به این شکل که شما اگر ساعت ها کلیک کرده برین، داخلش فولدر ها است و داخل میرید. در واقع داخلش اونقدر فولدر های زیاد نیست. او وایرس طور ساخته شده که شما یک دو سه فولدر را که باز کردین، پس شما را به فولدر اولی نه بلکه دومی میاره که داخل نو باز کردین. شما به شکل دوره زده میرین، شما فکر میکنین که ما فولدر را باز کرده میریم ببینیم که چه وقت آخر میشه. اون به شکل دوره زده میرین و هرگاه شما فولدر های تنه نیو فولدر نگذارین، نیو فولدر آمد که شما ایجاد نکردین، شما میفهمین کمپیوتر تنه وایرس آمده، یک یا انتی وایرس انسال میکنین یا میبینین که چرا از کدام طریق آمده که فایل هایتان خراب نشه. چطور رینیمش کنیم؟ رایت کلیک میکنیم روی فایل اما فولدر ما، اینجا رینیم داریم، میگیم رینیم، نامش هم مثلا میمونیم، میگیم که فوتوز اکسا فوتوز، و مثلا این را دوباره رینیم میکنیم، رایت کلیک و رینیم، و بعد میگیم که ویدیوز. ویدیوها به شکل ما فولدرها را رینیم میکنیم و به شکل فولدر را میسازیم، ایجاد میکنیم. هرگاه فولدر را میخوایم دلیت بکنیم، رایت کلیک میگیم و میگیم دلیت، دلیت میشه فولدر، دلیت شد در اینجا. میه در کجا؟ در ریسایکل بن. ریسایکل بن هرگاه شما کلیک کردین به شکل باز میشه، کدام فایل ها و فولدر هایی را که شما دلیت کردین در اینجا باقی میمونه. شما میتونید اینجا را کلیک بکنیم و بگید امتی ریسایکل بن، یعنی ریسایکل بن خالی بکنیم، یا هیچ ریسایکل بن باز نکنیم، ریش رایت کلیک بکنیم، اینجا داریم امتی. امتی که میکنیم اینجا سوال میکنه Are you sure you want to permanently delete these six items؟ آیا واقعا شما مطمئن هستین که این 6 فایل که در اینجا دلیت شده داخل ریسایکل بن است برای همیشه دلیت بکنین؟ یعنی به این معنی که پس دیگه نمیه، مگر اینکه باز گفتیم که ما قبلا که تشریح کردیم ریکاوری نستال بکنیم و چانس ریکاوری هم هر قدر وقته که زیاد میگذره چانسش کم است. ما میگیم بله، ببین زمانی که میگیم یس، اون دیگه ریسایکل بن ما خالی شد، حالا دیگه اون فایل ها را به صورت مستقیم پس به دست آورده نمیتونیم. هرگاه ما مثلا این اینجا را دلیت میکنیم، ببینین رایت کلیک دلیت، از ما اول سوال نمیکنه هیچ که دلیت میکنه یا نمیکنه، چون دوباره پس اینجا آورده میتونم. دبل کلیک میکنیم اینجاست، ریش رایت کلیک میکنیم، اینجا دو آپشن دارم برای پس آوردن، ریستور پس در جای خود بره از جایی که دلیت شده، کات چی مانا از اینجا قطش میکنیم پس میارم در جایی که خودم میخوایم بگذارمش. به شکل ما میگیم ریستور شد، ببینین ما از کجا دلیت کرده بودیمش، از اینجا میگم رایت کلیک ریستور، پس اونجا میره دلیت کرده بودیم. اینا اگه پس دلیت میکنیم، اگر ما شما میخواین که چیزی را که دلیت میکنیم از ما سوال هم بکنه، اینجا رایت کلیک بکنین، در پراپرتیز این ریسایکل بن بریم، در اینجا ما سوال داریم دیسپلی دلیت کانفرمیشن دیالوگ. اگه اینو با تک مارک بکنیم، هرگاه از ما چیزی ما دلیت میشد از ما سوال بکنه، رایت کلیک و میگیم دلیت. اینجا حال میگه که واقعا شما میخواین که فایل رو به ریسایکل بن روان بکنین، یک سوال در اینجا میکنه، باز اونجا را که پس امتی میکنین ایره خب باید سوال بکنه و میکنه، چون شما دیگه فایل ها را میگیرین دلیت میکنین و پرمننتلی برای همیشه که دوباره پس مستقیم نمیه، میگیم یس و دلیت کردیم. به این شکل ما فولدر ایجاد کرده میتونیم، با رایت کلک رینیم کرده میتونیم، با اینجا دلیت کرده میتونیم، و اگر یک فولدر را انتخاب کردین در کیبورد کلید دیلیت که از اونم فشار بدین عین کار دیلیت هم میکنه و میگیم یس دیلیتش کن، دیلیت میشن. به شکل شما دیلیت کرده میتونین و هرگاه دوباره پس میخواین در یه ریستورش بکنین، پس رایت کلیک ریستور میتونین، و اگر اینجا ببینین، اگر این را من کلوز میکنم، این فولدر را که به نام احمد ساختیم داخلش، ببینین که دیگه فولدر داخل احمد نیم، این فولدر را که به نام تی ام ساختیم داخلش دیگه فولدر هم داریم، هرگاه این فولدر ما دلیت میکنیم داخلش هرچی فولدر و فایل و همه چیز از دلیت میشه، چون ما این فولدر اولی را دلیت میکنیم. حالا که میگم دلیت، هر اون چیزی که داخل اون فایل و فولدر چیزایی که هست اون کلش دلیت میشه، چون داخل این است، این ما خودش مکمل دلیت کردیم. به شکل ما فولدر ایجاد میتونیم، رینیم میتونیم و دلیت میتونیم. فقط قسمت خاموش کردن کامپیوتر را میخوانیم و درس امروز ما خلاص میشه. خب ما داخل کامپیوتر آمدیم، کار کردیم و حالا دیگه میخوایم کامپیوتر را خاموش بکنیم. چگونه خاموش بکنیم؟ در خاموش کردن کامپیوتر همان گونه که در چپتر تشریح شده چند آپشن ما داریم. لاک، ساین اوت، اینجا لاک را تشریح کردیم، ساین اوت را تشریح کردیم، سویچ یوزر، سلیپ، شاداون و ریستارت.
اینجا برتان در عکس نشان دادیم که به کجا بریم که همی آپشن ها را ببینیم. ببینیم به استارت بتن کلیک میکنیم، استارت مینو باز میشه. در این قسمت اینجا یوزر ما به هر نام کسی اینجا به نام ماست، روی ازی که رایت روی ازی که کلیک بکنین اینجا بر ما آپشن میاد. دو آپشن در اینجا هست، یکی لاک و یکی هم ساین اوت. لاک چی میکنه؟ کامپیوتر قفل میکنه. چه قسم قفل میکنه؟ ببینین مثلا من 5 دقیقه کار دارم میریم در اینجا قفل شد، لاک شد. پس دوباره پسوردش میتیم و کسی که پسوردش میفهمه اونا میتونن که پس داخل شن، پس داخل کامپیوتر شن، لاک میشن. شارکتش ویندوز کی ال است. ویندوز کی چی است؟ ببینین ما کیبورد سافت در کامپیوتر هم میارم، اینی و علامه ویندوز که در اینجا میاد در کیبورد ای ویندوز کی هست. ویندوز کی یا آپریتینگ سیستم کی میگنش. ببینه ای را محکم گرفته و ال که فشار بدیم لاک میشه، ای شارکتش هست. اگر در اوجه به آپشن نمیرین اینجا بعدا دوباره پس میتونین که به این شکل باز شد کم و پسورد شبتین و باز کنین. یک چند دقیقه از کامپیوتر دور میشیم چون فایل های ما در کامپیوتر ما هست، لاک میکنیم و دوباره پس میایم با داخل میشیم. دیگه ساین اوت داریم. ساین اوت چی میشه؟ از یوزر خارج میشه. چه قسم ما روز گذشته خوانده که ما در کامپیوتر میتونیم چندین یوزر داشته باشیم، یوزرها را به اهداف مختلف میسازیم، چند نفر استفاده میکنه کامپیوتر، مثلا دو نفر، هر کس میخواد روی حسابش متفاوت باشه، داکومنت فایلایش متفاوت باشه، به او خاطر هر کس یک یوزر متفاوت پسورد خودش باشه روی حسابش فایل های خودش بگذاره. یک دو، به خاطر از اینکه مثلا ما میخوایم که کامپیوتر با یوزر داشت باشم که ادمین باشه، ما بتونم انستالیشن بکنیم ولی برادرم در خانه با یوزر خود داخل شو از برنامه استفاده بتونه ولی انستالیشن نتونه، چون همیشه گیم انستال میکنم، او رو یک یوزر ساده میسازم، استاندارد یوزر و خودم ادمینستریتور. به خاطر ما چند یوزر ساخته میتونیم. خب فرض بکنید ما در کامپیوتر کار کردم شب در خانه و بیادر میگه که شما کار کردین، باز ما در کامپیوتر کار میکنم. ما دیگه ضرور نیست که کامپیوتر خاموش بکنم و او بره پس روشن بکنه. اینجا چی میکنم؟ ساین اوت میکنم. ساین اوت که کردم تنها یوزر ما بسته میشم، با حالت یوزر ها میریم که ببینید اگر ساین اوت بکنم ما، خب اینجا ریکارد کلوز میشه. ساین اوت که بکنم با حالت یوزر ها میریم در کدام یوزر که شما میخواین داخل شین، اون رو که پس کلیک میکنیم من یوزر خود ساین اوت میشم، بیادرم پس در یوزر خود ساین ان میشم. به این شکل ما بس در اونجا با ساین اوت ضرورت داریم، نه خاموش کردن، خاموش نمیکنیم. اگر میخوایم که خاموش بکنیم در اینجا استارت بتن که فشار داریم در استارت مینو این قسمت پاور کلیک بکنیم، اینجا بر ما سه آپشن داره، سلیپ، شاداون یا ریستارت. سلیپ چی میکنم؟ کامپیوتر به حالت نیمه خاموش میبرم. ما فرض بکنیم ما میخوایم که یک بار یک ساعت کار دارم یا دو ساعت کار دارم میخوایم برم ولی برنامه های خود بسته نمیکنم، کامپیوتر ما در حالت روشن باشه، خب به خاطر اینکه برق استفاده نشه سلیپ میکنم، اسکرینش خاموش میشه، هارد دیسکش اونقدر برق کم استفاده میکنه تا فایل ها بسته نشه. همین که دوباره میم بالای پاسورد فشار میدم، پس اونمو حالت پسورد میدم، اونمو حالت همو برنامه ها باز از دمو شکل. به این شکل ما سلیپ ذرت داریم در ترگالته و در کمپیوتر هم آپشن های در پار آپشن داریم که بر از چند دقیقه کمپیوتر دست نزنیم اوتومات کمپیوتر سلیپ بره، یعنی سکرینش خاموش شوه و فایل ها بسته نشه. شدان دوباره پس میایم و ریستارت چی میشه؟ ریستارت که ما فشار میدیم کامپیوتر مکمل خاموش میشه، اتومات پس روشن میشه. در صورت ضرورت ما ریستارت میکنیم کامپیوتر، مثلا یک برنامه را انستال کردیم، بعضی برنامه را که انستال میکنیم به خاطر از اینکه خوبتر کار بکنه به ریستارت ضرورت داره تا خاموش شوه پس روشن شوه و او برنامه خوبتر کار بکنه. یا بعضی برنامه ها یا کامپیوتر جام میمانه، بعضی وقت ما به ریستارت ضرورت داریم. بعضی وقتا طوری میشه کامپیوتر جام میمونه که هیچ چیزی کار نمیکنه، بینه می جام به ریستارت هم آماده نمیتونین، او وقت باز چی میکنین؟ پاور سویچ کامپیوتر پاور بتنش برای یک 10 یا 15 ثانیه محکم میگیرین و کامپیوتر خاموش میشه و یک 2 ثانیه 3 ثانیه منتظر میمونین پس روشنش میگیرین، چون حالت ناچاری است کلک کار نمیکنه، مینو باز نمیشه، به هیچ جای رفتن نمیتونین، مکمل جام مونده کامپیوتر. و شاداون چی میکنه؟ شدم شما هرگاه کامپیوتر کار کردین دیگه میرین خانه، دیگه با کامپیوتر ضرورت ندارین، کامپیوتر میخواین خاموش شوه شدم بکنین، همه برنامه ها را بسته میکنم
و کمپیوتر مکمل خاموش میشه. یعنی هرگاه ما کمپیوتر خاموش میکردیم همیشه شداون میکنیم و کمپیوتر خاموش میشه. ای بود درس امروز. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.